درود بر همگی. مجنون اینجاست. لطفاً همین اول لایک کنید. لایک. چون لایک شما در 30 ثانیه نخست ویدیو تأثیر بسیار مثبتی روی الگوریتم چنل خودتون میذاره. چنل مجنون. جدن این نابیترین حمایتیه که میتونید از من بکنید. این چنل خودتونه. چنل امین مجنون. درود به هیترا. درود به فنا، به رفقای ناز قشنگ، به آزاد مردها و شیرزنا. من که کوچیک همم، به جون ناقابلم. اهمیت داشتن شما واسه من باعث میشه که به عشقتون صبح از خواب بیدار شم و واسه اهداف مشترکمون تلاش کنم. مجنون اینجاست با یه ویدیو دلی دیگه. این ویدیو ویدیو بیوگرافی منه. این ویدیو رو بنا به درخواست شما با مراما میسازم. خیلی به من لطف دارید. واقعا شگفت زده شدم از این همه عشق. قبل از اینکه این کار رو شروع کنم حدس میزدم که تک و توک افرادی باشن که مثل من فکر کنن، مثل من حس کنن و مثل من دنیا رو ببینن. اما هیچ وقت فکرشو نمیکردم هم فکرام و هم حسام اینقدر زیاد باشن. به غیر از الطافی که توی کامنت های یوتیوب و دایرکت اینستاگرام به من داشتید، یه عالم هم سوال شخصی از من پرسیده بودید. اینقدر سوال زیاد بود که اگه میخواستم دونه دونه سوالا رو جواب بدم 446 هزار سال طول میکشید. امروز یه فکری به سرم زد. با خودم گفتم اگه یه ویدیو بیوگرافی از خودم بسازم، شما میتونید جواب خیلی از سوالاتونو بگیرید. پس آستین بالا زدم و این ویدیو رو ساختم. این بیوگرافی مجنونه. البته یه بیوگرافی خاص، پر از خاطرات جذاب. پس تا پایانش با مجنون باشید. من متولد 5 آبانم. توی بجنورد به دنیا اومدم. البته تو اخبار میگن بجنورد یا بجنورد، اما بومی ها اصلا جر رو تلفظ نمی کنن، اینطوری میگن بجنورد. من توی یه خانواده که مذهبی به دنیا اومدم. دین اسلام و نماز و روزه و عبادت و اینا توی خانواده ما، در واقع توی خاندان ما، هم از طرف پدر هم از طرف مادر خیلی اهمیت داشت. از بچگی بهم یاد دادن که نماز بخونم. مثل خیلی از همسن و سالای دیگه خودم بهم یاد دادن که قبل از سن بلوغ روزه کله گنجشکی بگیرم. اولین باری که واسم سوال پیش اومد خدا کیه، خیلی کوچولو بودم، خیلی بچه بودم. این سوالو از مادرم پرسیدم. مادر، خدا یعنی چی؟ خدا کیه؟ چیه؟ مادرم هم خدا رو اینجوری برام توصیف کرد. خدا کسیه که همه موجودات و انسان ها و سیاره زمین و ستاره ها و آسمون ها و اینا همه رو آفریده و همیشه هم تو رو میبینه و همیشه صدات رو میشنوه. پس اینو بدون که اگه بخوای دروغ بگی، گناه بکنی، هر کاری بخوای بکنی، خدا میبینه. فکر نکن که کسی نمیبینه. تحت هر شرایطی ما هم اگر نبینیم خدا میبینه. خوب یادمه شبا با زمزمه قرآن خوندن مادرم خواب میرفتم و صبحای زود با صدای پدرم از خواب بیدار میشدیم که نماز بخونیم. خانوادگی. مادرم خدا رو به هم معرفی کرد و پدرم هم وضو گرفتن و نماز خوندن رو به هم یاد داد. من پیش دبستان رفتم، در واقع همون کودکستان. یادمه تو دوران پیش دبستانی از همه بچه ها بیشتر سوره قرآن حفظ بودم. هر جا که می رفتیم مهمونی یا مهمون می اومد خونمون، مادرم با افتخار ازم میخواست که سوره تکاثر و کوثر رو برای اقوام و دوستان و آشنایان بخونم. وارد مدرسه شدم. غیر از اول دوم ابتدایی، در واقع از سال سوم بود اگه اشتباه نکنم، مؤذن مدرسه شدم. اذان میخوندم و پیش نماز وای میستادم. یعنی اول اذان رو میخوندم، خوب که همه به خط شدن و معلم دینیمون هم میومد شروع کنه پیش نماز بهش، نه امام جماعت وای میستاد، من این بغل وای میستادم رو به بچه ها، میگفتم الله اکبر تکبیرت الاحرام نیت، اینطوری این کارا رو میکردم. آره، پیش نماز بهش میگم. و واقعا هم لذت میبردم از اینکه تو اون فضای به اصطلاح معنوی بودم. علایق خیلی گوناگون و مختلفی داشتم. به عنوان مثال عاشق فوتبال بودم. اولا نمیدونستم اصلا فوتبال چیه. میدیدم این بچه های بزرگتر از خودم توی کوچه به توپ لگد میزدن، اما نمیدونستم اسمش فوتبال و اینا. تا اینکه فکر کنم 6 سالم بود توی کوچه با بچه های دیگه فوتبال بازی کردم و همون دفعه اولم یادم این ابروم خورد زمین شکست. فوتبال رو در همین حد میفهمیدم تا اینکه یه روزی
با پدرم و برادرم رفتیم تهران. پدرم ما رو برد استادیوم آزادی که فوتبال ببینیم. یادم بازی ایران و سوریه بود. 8-9 سالم بود اون موقع. موقع علی دایی و اینا بود. و من به محض ورود به استادیوم آزادی عاشق فوتبال شدم. توصیف ناپذیر بود. چون این عظمتی رو تو اون سن کم دیدم، واقعا عاشق فوتبال شدم. یه بچه کوچولو رو برداشتی رفتی ورزشگاه، خب عاشق همون تیمه میشه دیگه، عاشق تیم ملی ایران شدم. و همه هم که صدا میکردن ایران، رو به رو آماده باش، رو به رو فوش میدادن و اینا. به هر حال من فن فوتبال شدم. همون موقع بازیکن مورد علاقم عابدزاده بود، خیلی دوستش داشتم. مخصوصا بهش میگفتن عقاب آسیا، چون با عقابم حال میکردم از اول، میگفتن عقاب آسیا دیگه، انگاری به من گفتن. نمیدونم چرا با اون یه ذره سنم عدد مورد علاقه داشتم. عدد مورد علاقم 3 بود. دلیلش هم هیچ وقت نفهمیدم، اما به عدد 3 علاقه داشتم. الانم دارم. البته این وسط ها تغییر کرد، یه مدت شد 7، یه مدت 14، ولی الان دوباره عدد 3 6 9. این ستا رو خیلی دوست دارم. در دوران ابتدایی درسم خوب بود. البته دوران ابتدایی خیلی دوران سختی نیست از نظر تحصیلی، درس ها آسونه، اما درس منم خوب بود. بدون که کسی کمکم کنه، کسی بهم درس یاد بده، معدلم خوب بود. کل 5 سال و 20 بودم، غیر از پنجم که 19 و خورده‌ای شد، اونم خیلی تفاوتی نداشت. خیلی دوست دارم اسم چند تا از معلم رو بگم. ابتدایی سال اول خانم جانفدا بود. نمیدونم الان اینا کجان. خانم جانفدا اگه منو یادته، اگه ایشالله در قید حیات هستید، سلامت هستید، سلام من رو پذیرا باشید. یادم شما خیلی خانم مهربون و باحال و زیبایی بودید. سال دوم رحیمی، یا آقای رحیمی نامی. دفعه اولی که تو مدرسه کتک خوردم من از آقای رحیمی خوردم. سال اول لیلی به لالامون گذاشتن، اما سال دوم از خجالتمون در اومد آقای رحیمی. سوم ابتدایی خانم پیوندی بود، معلم ما. ایشون هم خانم خوبی بودن. یادم سال سومی که معلم ما بودن، ایشون باردار بودن و زایمان کردن. سال چهارم معلم ما خانم کریمی بود. و من اولین خاطره‌ای که از این خانم کریمی یادمه اینه که اون سال زلزله اومد، زلزله شدیدی توی بجنورد اومد و خانم کریمی از حال رفت. این خاطره بود. و یادم همیشه هم تنها معلمی بود که موهاشو رنگ میکرد، بلوند میکرد و آرایش میکرد. این خیلی جذاب بود، خانم خیلی جذابی بودن. سال پنجم هم سرکار خانم نوروزیان بودن، یه خانم بسیار مهربون. با خطکش میزدن ما رو، اما اگه درس بلد نبودی درد نداشت. رفتم تو دوران ابتدایی. میخوام حالا ورود کنم، یه سری خاطره تعریف کنم. یه چیزی میگم شاید تعجب بکنی. کودکی و نوجوانی من در ایران و در شهر بجنورد تحت تأثیر تبعیض نژادی بود. من دچار مشکلات زیادی میشدم که الان دارم بهش فکر میکنم مستقیم برمیگرده به تبعیض نژادی. الان یه ذره موام تیره تر شده، قبلا خیلی بور بود، موام طلایی بود، بعد رنگ پوست سفید، چشمام رنگی. اصلا مسافرتی جایی میرفتیم معمولا فکر میکردن که من خارجیم. سر همین خیلی من مورد تبعیض واقع میشدم. رفتارهای خیلی عجیب و غریب، بعضا خشونت آمیز میدیدم. تنفر رو در چشم، لحن و رفتار خیلی از هم مدرسه یا میدیدم. اولش فکر میکردم همه بچه ها مثل منن، یعنی همین نگاه ها بهشون میشه، همین خشونت ها اعمال میشه روشون. چند سال طول کشید تا فهمیدم اینا همش تبعیض نژادیه. البته بعضا حسادت هم بود، چون معلممون هم خانوم بودن، یه جورایی به من بیشتر توجه میکردن و این حسادت خیلی ها رو تحریک میکرد. خوب یادمه وقتی سوم بودم توی مدرسه پاسداران بجنورد، چهارمیا خیلی اذیتم میکردن، دهنمو سرویس کرده بودن. یه بار وقتی داشتم آب میخوردم، اینجوری خم شده بودم داشتم آب میخوردم، یه دفعه نمیدونم کدوم نامردی بود با کف پا اومد تو باسن من، این تیکه لب من و لثه من و اینا خورد به شیر آب و یه عالم خون اومد. و عجیبیش اینه انقدر بچه بودم مثلا به این فکر نمیکردم که چرا زد، به این فکر نمیکردم آقا مشکل طرف با من چیه. واقعا درک نمیکنم. چند روز که رد شد فهمیدم اینا یه اکیپن، اصلا همشون از من متنفرن. چهارمی بودن، اصلا از من یه سال بزرگتر بودن، بدون اینکه ما با هم حرف بزنیم، بدون اینکه من کاری کرده باشم، نفرت خودشون رو اینجوری به من نشون میدادن. چرا؟ چون رنگ چشمم با اونا فرق داشت، رنگ موام با اونا فرق داشت. مسخره است نه؟ تقریبا هر روز از اینا لگد میخوردم، با کف پا میومدن روی لباسهای من. لباس فرمای مدرسه امام سرمه‌ای بود، پارچه‌ای سرمه‌ای، یعنی بدترین لباس برای پسر بچه. همیشه مثل آرم استاندارد کف پای اینا روی لباس من نقش میبست. میرفتم خونه، مامانم پرسید
اینا جای چیه؟ من نمیدونم چرا میگفتم بچه‌ها با هم شوخی میکنن. شاید واقعا فکر میکردم بچه‌ها با هم شوخی میکنن. لبم ترکید، لثه‌ام خون اومدم. میگفتم بچه‌ها با هم شوخی میکنن. شاید چون هیچ وقت تنفر رو درک نکرده بودم، حسادت رو درک نکرده بودم. چهارمی‌ها هر روز منو کتک میزدن، اما من هیچ وقت نفهمیدم که چرا نمیرفتم به دفتر بگم، و همینم باعث میشد بیشتر اذیتم کنن. یه روزی از همین روزا دیگه شورشو در آوردن. یادم زنگ تفریح بود، یهویی این 4-5 نفر اومدن و دست و پای منو گرفتن و بردن وسط حیاط. بعد پسرها درک میکنن من چی میگم، کل مدرسه دست میزنن هی هی هی، انگاری که نمیدونم ببر بنگال دستگیر کردن، انگاری قاتل گرفتن. درک نمیکنم چرا این کارو میکردن. بعد همم دست میزنن هی هی میکردن، کل زنگ تفریح همه داشتن منو برداشتن بالا کوبوندن زمین. بعدم شروع کردن با لگد لهم کردن، تو صورتم نزدن و فقط به بالا تنه و پایین. لباسم شو خاک خاک شدم، لباس سرمه‌ای خاک. همون موقع یه دوستی داشتم به اسم احسان که البته هنوزم باش دوستم، از همینجا بهش سلام میدم، سلام سی. خلاصه خوب که کتکمو خوردم، احسان اومد بالا سرم، دستمو گرفت، دمش گرم احسان، مرسی. اومد دستمو گرفت و کمکم کرد، رفتیم تا پیش شیر آب. دوباره من دست و پامو آب زدم، دست صورتمو آب زدم، بازم نرفتم به دفتر بگم. اما داغون شده بود لباسام، مثلا این یقم پاره شد، داغون لباسا لتو پار شده بود. اون روز وقتی برگشتم خونه و مامانم دوباره لباسای پار پورمو دید، دیگه قاطی کرد، گفت امین کی تو رو کتک میزنه. منم کل قضیه رو براشون تعریف کردم. فردا مادرم اومد مدرسه، اون 4 نفر شناسایی شدن، به ناظم معرفی شدن و به سزای اعمالشون رسیدن. از اون روز به بعد کل چهارمی‌ها به من احترام میذاشتن. همونطور که گفتم ما یه خانواده مذهبی بودیم. برادر من 7 سال از من بزرگتر بود، سنش اونقدری بود که درخواستی داشته باشه از پدرم، طبیعیه مثل همه بچه های دیگه یه درخواست هایی از پدرم. درخواست داداش من چی بود؟ اورگ که ما بهش میگیم اورگ، کیبورد، یه کیبورد، یه ساز، خواست یه ساز بگیره بزنه. پدر من یادمه چند سال بود که این بحث تو خونه ما وجود داشت. پدرم میگفت نه، مادرم میگفت نه، اما داداشم اصرار میکرد، کلی قسم و من در آینده نمیدونم مطرب نمیشم. و به این شرط پدرم راضی شد تا ساز بگیره و ساز رو گرفت. ساز یه SA-20 کوچولو بود، خیلی ارگ کوچولویی بود. اونو گرفت و من اصلا خبر نداشتم که همچین اتفاقی افتاده و ساز خریده داداشم. من یه روز از مدرسه، فکر کنم 8-9 سالم بود، از مدرسه برگشتم، وارد که شدم دیدم از طبقه بالا داره صدای ساز میاد. الان که دارم به قضیه فکر میکنم میبینم علاقه درونی و ذاتی من واقعا غیر قابل کنترل بود، علاقه من به موسیقی. خوب یادمه کیفمو اول پرت کردم، کاپشنمو در آوردم، به هیچی توجه نداشتم، فقط رفتم ببینم این صدای چیه داره اتاق داداش من میاد. رفتم و دیدم که داداش من داره یا سلطان قلب ها رو میزنه و قشنگ دوره میفا سولاسی رو روی کیبورد نوشته بودن با خودکار، روی برچسب اتیکت، روی اتیکت زده بودن دور نوتا رو اینجوری نوشته بودن، اصلا دیز بمولا این سیاها، منظورم ایناست، اینا اصلا نوت اینا رو ننوشته بود. خب بعد داداش من داشت سلطان قلب ها رو میزد. بذارید با ذکر مثال خدمتتون عرض کنم، اینجوری بود، ببینید. فقط همینو بلد بود. بعد این تیکش رو میخواست بزنه، اینم تازه مثلا صبحش از دوستش یاد گرفت، این تیکش رو که میخواست بزنه اینو نمیتونست، اینو یعنی یاد نداده بود دوستش بهش، اینجوری میزد. نمیتونست بزنه. گفتم میذاری من بزنم؟ گفت بیا بزن. دروغ نمیگم، همون دفعه اول اینو زدم. خیلی عجیب، یه دفعه دیدم کل اعضای خانواده اومدن بالا و همه دارن به من نگاه میکنن. باور نمیکردن من قبلا تمرین نکردم.
بخشی منن، رخه میکنن به تنم، جای ها رسمی هم پرست، نقشی هم درک میکشن، روزه نپریشونه حوست.